مول شو مكتب ميخون يعني نيسي چرا خاي نفر نيست خاي دراوك بیننده عزیز سلام، امیدوار هستم که شما جور و صحتمند باشید. ما در قریه ایزیک هستیم، این مربوط به ولسوالی واخان است. او طرف دریا که شما میبینی او مربوط تاجیکستان میشود و این طرف که هست باز مردم بدخشان زندگی میکنه و ولسوالی واخان است. ما میرویم امیتر در قریه همراه مردم صحبت میکنیم و زندگی روستایی رو بر شما در تصویر میکشیم. امیدوار هستیم که بیننده برنامه ما باشیم. در واخان ولسوالی ایزیک کلی، دا کلی مرکز خندود تا نږدې پامیر ته پر غځېدلې لار کې پروت دی او پکې 15 کورنۍ میشتې دي. د دې ځای د اوسیدونکو د خوراکي او غیر خوراکي توکو لاسته راوړل د ځمکې په دې حاصلاتو پورې تړلې دي. ښایي ډېر کم کسانی مرکز فیض آباد او یا هم نورو ولایتونو کې په کار بوخت وي. سلام، خوب هستین؟ بخیر باشین، سلامت باشین. اسمت چی است کاکا؟ اسم من محمد رحیم. محمد رحیم، چطور از زندگی روستایی اینجا؟ خوب است؟ شکر خوب است، الحمدلله. نبیزی قریه ما پیش گرد، چون گفتم که ایزیک است، نی؟ معلوماتش دارید در باریزی می نامش؟ این نام چرا؟ نامش چی مانا میته؟ نام یزی خی اصلا یزک است، یزک به معنی نمی پیشنیزه یا تابش یا آفتاب میگن و بعد در همین تلفظ و چیز به مرور دیگه ایزک ایزک گفته دیگه نام شیشتگانی یزک است. نام یزک مصروفی چی کار می باشی؟ مصروفی دهقانی هستیم. و چرا کشت کردید زمین؟ جو گندم کشت کردیم، جو کشت کردیم، دیگه مشین کشت کردیم. چند فصل میشه؟ یک فصل هم بدرستی نمیرسد. نمیاله میبینی که هوا سرد است. ما هم که دیدیم دیگه هوا سرد شده و میره و گندم دیگه منطقه خوب بسیار بلند است. دیگه در بار دیگه 3 ماه بار ما کمبود یاب داریم. یکی دیگه خنک است، کشتم دیر میشه. در جوزا کشت میکنیم، خود از سنبله جو سرد میزند. دیگه کدام سالی که گرمی کنه حاصل به دست میاریم، اگر سردی کنه دیگه در 15 سنبله سرد میزنه و حاصل مردم میخی از بین. دلته د میشتو خلکو ټلیفوني اړیکې په خوا د تاجکستان له مخابراتي شبکو ټینګېدلې، خو له تیرو 2 میاشتو راهیسې هغوی پرې سیګنالونه یا څپې پرې کړي دي. سکندر د همدې کلي اوسیدونکی دی. هغه وایي که څه هم اوس زیات پرمختګونه شوي،
خودوی لا هم اتیر دور ترو رو ستنیگی. زکه د تلیفونی اړیکو په نشتون کې مړی او ژوندۍ مراسمو کې د خلکو خبرولو لپاره له یو کلی تر بلې سیمې په ساتونو پلې مزل کوي، څو هغوی ته مراسمو ته د راتګ بلنه ورکړي او که څوک آس ولري ښایي ژر خبر ورسوي. سابق خوی تو بود نه که امی آل که کدام سهولت است، مثلا موبایل است. پیش شما مثلا ازی قریه با دیگه قریه چی رقم خبر میدادی؟ خیلی موبایلم دمی سالا بر آمده، پیش ها که بودن سی ما توی اگه داشتیم یک دو نفر را کرام میکردیم میرفت پیاده خو. یک شلاق خبر میکرد که این فلانی توی دارد و ما را روی کردن شما را خبر میکردن یا خدای نخواسته یک مرگ میشد یک نفر میمرد شو از همیجا دو نفر اگر اسب دار بود اسبش میگرد نبود پیاده شو میرفت امو خیش قوم امو را خبر میکرد او با دو روزم نمیرسید که دمون مایت و جنازش خدا میرسون نی اگر نزدیکتر باشد میرسوند و دورتر باشد گسیب خدا رسونده نمیتونند حالم که همیجا شبکه آمده و موبایل ها بر آمده ما یک پایه سلام همیجا دانیم که کار نمیکنند نمیکنند در دیگه جا آسیب نیست شبکه نیست باز می نمون نفر رایی میکنیم و خبر میکنیم پدې کلی کې له کلونو را وروسته یوې شبکې خپل فعالیت پیل کړی خو د سیمې د خلکو په خبره چې ډیرو کمو خلکو چې برېښنایي تذکرې درلودې سیم کارتونه ترلاسه کړي او هغه چې تذکرې نه لري هغوی ته نه دي ورکړل شوي. سکندر راسره د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال چې څرنګه ټلیفوني اړیکې نیول کېدلې خبرې کړي. مثلا پیش د فیض آباد چی می بود شما چه رقم خبر می دادید طرف د فیض آباد د وخت ظاهر شو داوود سی مخ این 60 ساله نه مثلا 58 سال عمر مون است چوب زدگی بود سر همی چوب سیم کشیدگی بود از کابل تا به پامیر سیم باز در اولسوالیا یک یک تلفون بود سی تلفونی همی طور چی میکردن اندلکی این قای امو استفاده میکردن باز که دولت تغییر کرد و مای بین رفت و رم جمع کردن بردن گم نیست کردن و بعد نتری دوست با پامون در یک قریه دیگه می یک چی می بود دیگه در قیره نیست در می اولسوالی ها بود خود در اولسوالی بود داخل اولسوالی در اولسوالی خب باز بین پنج قریه و شش قریه بود یک جای کار میشه ولی اونا کلش های بین رفتن سی با بونه همی های پایه میاید های روشن میاید های اوان بیسی میاید و آخیر هیچ چنین همی ترتولی مندگی است. فیض محمد په خپل پټی کې د پتک پر ایبلو بوخت دی. پتک یو ډول بوټی دی چې د غنمو په څیر واښه یې یوې خوا او دانه یې بلې خوا ته کیږي. پخوا د واخان خلکو همدا د خوراک لپاره زیات کارول خو اوس یې مالونو ته ورکوي څو زیاتې شیدې ورکړي. موږ له فیض محمد سره پر کلیوال ژوند خبرې کړې. سلام کاکا خوب اسې؟ منو شکر چې اسمت چی است کاکا؟ اسمو فیض محمد. فیض محمد ای چی نام داره؟ چی را دراو میگیری شما؟ پتک هست. پتک؟ پتک. 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 او پتک ای چی رقم چی است؟ بوته است شما؟ بوته است شما؟ نه. ای بوته است. خو نه ای پخته میشه پختنیش چی رقم است؟ پخته شده. خو این همی اولی پخته شده یک غذا است دیگه؟ خیلی غذا است پیشوی را میخردیم. خو خب این خشک شده نی؟ نی خشک رسیده بود خب این چی وقت کرد؟ چی شده امی؟ این چیزی شده خشک شده باز درام میکنی؟ این چی شده نی؟ رسیده که رسیده این را درام میکنیم خب بعد از این که درام کردیم این قاق میشد بعد از او این را میکشیم میبریم در خیرمان خیرمان که ایره کشیدیم با سر از یک گلگاو بسته میکنیم دوره او که نمی مرکب و گاو و یه چیزاره یکی نرم شد بازی خیدی از این باد میشنی که باد شد یه جدا میشن خب یه
پتک ازی جدا میشه کل ازی یک طرف و پتک ازی دیگه طرف. میگیری شما از این زمین؟ خیلی نه حاصلات اینه خودت میفهمیده این همی حاصلات است. خب حاصلات ما... چند فصل است مثلا؟ یک فصل است. یک فصل است؟ همی یک فصل است. اینی توم همی موی عقرب و قوس کسی دراو کد کمش که رسید رسید کمش که سوز است اونی میمون. کچالو دیگه چیز کشت؟ کچالو هست. کچالو هست، لوبیا هست، قیمتش چند است؟ زیاد بلند نیست؟ خیلی بلند نظر به باز شرایط. این وطنی است نه؟ تولید وطنی است. بله. قیمتش حتما بالا می باشه. یعنی یک سی لوبیا تا پایانخ 800-900 است. این جا بسیار بخرم 500 400 از او بالا نمی خرن. خب او رخ نمی فرشنیم به می حساب روغن می دن و به می کمتون به می برنج می دن. های روزگار است. در بدل زو باز شما میبری مثلا برنج میگیری او را میتی برنج میگیری؟ بله. تبادله هم جنس با جنس است؟ بله جنس با جنس است. خب اسم تو چی است؟ جمال شو. جمال شو مکتب میخونی یعنی؟ نیست. چرا؟ خیلی نفر نیست که خیلی دراو کنم. خب این پدرت است؟ نی کوکای. کوکایت است؟ خب ما از چی مشکلات اقتصادی دیگه مکتب ماندی؟ پیش میخوندی؟ پیش میخوندی ولی نی چی وقت آمدی صبحیه؟ های این روز دروز است. دروز است نی این صبح چی وقت چند بجه آمدی؟ 6 یا 7 آمدی جو. خب تا چند دیره خلاص کرا میتنی؟ های تا 10 و 11 10 و 11؟ زیاد جه نیست؟ های میمونیم میمونیم بازار. خب تاجا بعد از پیشین. په تیر کې د دې ځای اوسیدونکو ته هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوي نه وي برابرې شوې، خو له تیرو 2 کالو راهیسې دوی روغتیا او د زده کړو برخې ته لاسرسی پیدا کړی دی. لیدونکو لو د قانیم داسې اسانه نه کیږي که نه، لیکن مشکلات او تکلیف زیات یو څه چې د ځمکې نه لاسته راوړي نو حتما به تکلیف ګالي او په سختیو سره به یې لاسته راوړي. نو تمه ده چې تاسې د خبرونه را سره تر پایه لیدلي اوسي، دلته تاسې د خلکو خبرې هم واورېدي، د هغوی ژوند هم ولیده. نو تر بلې خپرونې چې جاوید رازمند او د کمرې په برخه کې زین الله محبوبي ستاسو په درانه چوپړ کې زرګو موږ ته اجازه راکړي. هر چیرې چې سي خاده باد اوسېده لپاره پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.